هنرمندان ایرانی حکومت پهلوی و انقلاب چه سال قبل ایران را چگونه میدیدند و انقلابیون پیروش شده با همون هنرمندان و هنرونها چه رفتاری کردند؟ به مناسبت چه سالگی انقلاب ایران برنامه به عبارت دیگر این هفته گزینه ایست رنگارنگ از گفته ها و درد دل‌های بعضی از هنرمندان ایرانی که در ده سال گذشته مهمان این برنامه بودند. گفته هایی در مورد فعالیت هایشان در زمان انقلاب و سرنوشت خود و هنرشان پس از آن. انقلابی که کسانی معتقدند به دست خود هنرمندان با شبهای شعری کانون نویسندگان ایران آغاز شد بسیاری معتقدند که اون ده شب شعر در واقع نقطه آغاز انقلاب ایران بود البته یک حرکتی بود تو اون موقع که ده نیروهای ده که تا اون موقع زمینه نمیدیدن بیان تو شبای شعر شرکت بکنن چه به عنوان کسایی که شعری می‌خوندن، و صحبت میکردن یا اون کسایی که میومدن تماشاگر بودن میومدن جنبش دانشجوی بود همه اینا سعیشون برای این بود که شاید بتونن از این ممر یه در واقع راه به جایی ببرن ولی کانون نویسندگان چنین چیز رو نمیخواست ولی یک نکته اساسی که در اون شبها وجود داشت ما تجربه کاری رو کردیم که اهل قلم به هیچ وجه پیشبینی آیندهشون نکرده بود یعنی اهل قلم نمیخواست انقلاب بکنه البته یه چیز هم بگم که درست به همون اندازه که حیرت آقای هانس بکر توی انسیتو گوته انگیخته شده بود همین حالت رو در من در کار نویسند در حیات دبیران کار نویسندگان دیدم اون چیزی که وقتی ما شروع کردیم وجود داشت یکی دو تا اداره بود که در رادیو و فرهنگ و هنر وجود داشت که دانش ای داشت در پیوند با اینکه چجوری میشه جلوی اون متافورها اون سمبلها و اون معانی زیرین رو گرفت اما در دوره ای که ما شروع, ما شروع کردیم به،, 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 به ترانه کردن اون چه که در کوچه و خیابان اتفاق می‌افتاد و مردم تجربه می کردن این زبان هنوز زبانی نبود که اونهایی که در اداره های سانسور و بررسی وجود داشتند بهش آشنایی داشته باشن و بعد آرام آرام تجربه به اندازه کافی پیدا کردن و دیگه در استودیو ها می آمدن یا زبان رو پیدا کرده بودن مثلا شب، خنجر، گل سرخ، دیوار تو که در شوهران بود دیگه بلد. همین همین در شوهران که استفاده دقیقا و, و اینها تا به جایی رسید که اون وقت بخشی از کارورزان ترانه نوبی در ایران برای اولین بار در, در تاریخ ترانه به و فکر می بعد از انقلاب مشروطیت دستگیر بازجویی و زندانی شدن نگاه من بعد از به زندان افتادن عوض شد و حتی میدونستم دارم چی میخونم جنگل و موقعی که ایرج برای من توصیف کرد میدونستم در سیاه کل چه خبره یا علی کنکوری بود یا بومبست بود همه اینا معنا میشد برای من و با دانستن میخوندم و لذت در واقع به تعبیر امروزی یعنی تعبیر بعد از انقلاب زندان برایش با دانشگاه بود دقیقا همون عرض کردم روی صحنه هم گفتم <تص> واقعا در زندان اینو یاد گرفتم که کجا دارم زندگی میکنم همین ترانه ای که شما برشمردید به عنوان نمونه جنگل او. که طبیعی که من این رو وقتی که در خیابان پستری رو دیدم که عکس ها و اسامی جوانانی بود که به دنبال اینا میگشتند و بعد اون ماجرای سیاهکل زبان به زبان پشت سر جهنم رو به رو قرد راه آدمه بره بره یعنی این منظورتون چیه؟ یعنی این اتفاقی بود که در سیاهکل افتاده بود و شما اینو شعرش کرده این این بود و این اون چیزی بود که در جامعه زبان به زبان منتقل می شد اتحام هم همه این بود اقدام علیه امنیت کشور چه نویسنده که مطلبی نوشته بود چه مترجمی که از یه نویسنده دیگه ترجمه کرده بود و چه دانشجوی اعتصابی دانشگاه همه اینها اتهامشون اقدام علیه امنیت کشور بود و بعد به این اتهام هم در دادگاه نظامی رسیدگی میشد وضعیت دادگاه نظامی هم که معلومه من یه داستان نوشتم به نام زنی به نام هوس این داستان یه جوری بود که همه فکر میگردن در مورد ولادت حضرت اشرفه <applause> از بد... بدی تصادق آقای دولو هم نه کاریکاتور یعنی سر... درست کرد توی سرلوه رو نگاه که میسید این ولادت اشرفه ما رو صدا کردن که این چیه فلان اینا گفت این شکلی ولادت حضرت اشرفه این یارو من رفتم بیشترم گفتم محسن پدر ما رو دارن در میارن این چیشه گفت چی شده گفت این میگن این شکل اینو شو برداشت یه دونه خال گذاشت بالای لب این گفت از که خال نداره او بعد از این مسئله خیلی عصبانی شد آمد بار آخر تهدید کرد که توفیق بگو و دکتر مجید رهنما به من گفت که و امیر گفته که اگر همکاری بکنید همه کاری که میکنید به خاطر روزنامه توفیق خود همون از میگیرم شما همه شرط ما رو میپذیرید گفتم که بهشون بگید که ما اگر توفیق کدبی رو توقیف بکنه توفیق شفاهی رو در میاریم باز پرسته بود که چرا پایدش ش... چه گفتم به خاطر که توفیق شفاهی رو شما نمیتونید سانسور بکنید اما دیگه نتونستن و دنبالش گفتش گفتم غیر از اون بهشون بگید که ما اگر توفیق و توفیق بکنن یه چیز از توفیق بر ما عزیزتره که ساعت و ممکن توفیق هم فدای ما با باز پرسید چی بوده اون <متصفح> گفتم مجید جان این حرفا میزنی پا روش روش بذاره چون نمیتونم به تو بگم گفت چی چه... باید بخواد بهش که ما یه تتم شرفی داریم که اگر ادامه انتشار توفیق با نوکری دولت باشه و, نو... و بدنامی ما مطمئن باشیم که فدا میکنیم توفیقه ام. براموش میکنیم ام. و البته باور نمیکرد چون معتقد بود به دار هم گفته بود توی آ... کتاب معمای هویدام نوشته شده که حوادا معتقد بود همه خریدنی هستن فقط بعد نرخشون به ما به هر حال یک زدیتی با محمد رضا شاه داشتیم که فکر میکن نشأت گرفت. در من از 28 مرداد ها در, در تقریبا در اکثر مخالفان و علاقه که به دکتر مصدق داشتم و بله من هم فریفته انقلاب شدم و رفتیم به نفلشاتو برای اینکه آقای خمینی رو ببینیم با زنده یاد منشور محجوبی و چند تا دیگه از دوستان اون سروده رو هم اون موقعی که گفتم به حال گفتم الان اون روز خودم رو که نگاه میکنم میبینم کار درستی که با احساس خودم کردم اون روز همون بوده ولی امروز خب فکر میکنم نه در متفاوت کاملا مخالف جمهوریست بله ولی که من بر همون نظر اونها اونا خراب کردم به هاران خوش کار قبل از انقلاب بود روزی که بیستو 19 بهمن این رو ما در حتی مدرسه عالی سینما تلویزیون اونجا پخش کردیم به یاد کرامت دانشیان این مال قبل از این بود وحدت شعر زندهات یاد کسرایی بود که درست 22 بهمن یک شنبه بود یادم نمیره زنگ زد تلفون کرد منزل ما و این شعر رو برای من خوند گفتش که پنج شنبه تولد محمد هست خوند گفتم دوباره بخون خوند گفتم بخون سه باره که بنویسمش و همونجا مال هنوز در مال روز 29 بهمنش که پیش بینی که در واقع بگیم به استناد گفته پیغمبر مسلمانان میگه الملک یبقا ام الکفر یعنی کشور به کفر میمونه و لا یبقا از ظلم و به ظلم نمیمونه این رو اون روز 22 بهمن ماهنگ ساختم 23م رفتیم چهارشنبه ضبط کردم با فرهاد پنجشنبه صبح با فرهاد رفتیم تلویزیون آقای آقای شبستری بودن که اونجا گفتن بزنیم بازبینی بشه گفتن بازبینی تموم شد دیگه انقلاب بعد از انقلاب بازبینی نیست یعنی هفته پنج روز اول بعد از انقلاب بود و پخش کردن اینو اولین ترانه هم که نقد شد این بود نه برای کلامش که برای موسیقیش نوشتن که این موسیقی کوچه پس کوچه های ایتالیاست کلام چون کلامی بود که حرف پیغمبر مسلمانان بود و نمیتونستن نقدش کنن و امروز در ایران کلامی که در بنده موسیقی در بند نیست این که شما به دنبال یه چیز دیگه ای بودید و در اون مقطع از آقای خمینی و دیگران حمایت کردید به دلیلی خیال می کردید که هم اونها هم همون میخوان که شما میخواین اینو بلا فاصله بعد از انقلاب در دو مجموعه ای که چاپ کردین و گلخون پیش و از گلخش دو مجموعه در دومین دو هفته بله و اینو نشون دادید به اضافه نامه هایی هم که اینجا اونجا نوشتی به اضافه این که شما به دیدار آقای خمینی رفتید و حتی پیشنهاد معاونت وزارت و غیره به شما کردن و شما قبول نکردید بله او داستان ایشون به طور مشخص با جملات شمرده گفت هنگام و نه معاونت بی وزیر گفت هنگام و است که جوانانی همچون شما در این دولت قبول مسئولیت کنم بلافاصله من گفتم که انقلاب ایران گام نخستش برداشته ما برای تحقق انقلاب ایران همچون سپاهی حرفی آزادی در خدمت شمع. اما جان شاعر نابردبارتر بارتر از آن که تشریف آراسته وزارت را هم میکنه بعد که دیدم که ایشون حرف برگردون متوجه شدم که خیلی بهش برخورده میدونستم که نمیشه اونجا زندگی کرد من در یک راهپیمایی در بهارستان شرکت کردم که سرم شکست همون روزهای اول وقتی که زنده یاد بختی یار میکرد که نذاشتن اصلا بعد از شعر آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست با هارستان به هم ریخت از همونجا فهمیدم که نمیشه کار کرد با کسانی که حاضر نیستن مقررات رو رعایت بکنن حاضر نیستن انسان دوستانه با هم بحث و جدل داشته باشن نمیشه کار کرد یا کشته میشم یا باعث کشته شدن کسی دیگه میشم دستم گفتم بیام بیرون در یک منطقه دموکراتیک عمل بکنم تا هم کارم بتونه مسمر سمن قرار بگیره و همین که بتونم زنده باشم و ادامه بدم مثل خیلی های دیگه آرزوی این تحور رو داشتم نشستم هم که ام. واقعا این تحور رو ببینم روزی که این تحول ابروی سیاه اومد و دیگه دیدم غیر ممکنه انقلاب منظورتونه 79 بله من بعد از آخرین کاری که در تئاتر شهر کردم عنوان کارگردان اجداها بود بعدش با آقای خلچ اون زیبا اهل و رابات رو به عنوان بازیگر کار کردم بعدش هم خواستم یه نمایشی به اسم شهردار بذارم سر همون نمایش اجدام خیلی <applause> پاپه من شدن اذیتم کردن بعدم نمایشی به اسم شهردار بود که راجب به به ظهور بود در آلمان که اون رو میخواستم کار بکنم و به من گفتن که شما چرا میخواین راجع فاشیز کار کنید منم روک و راست بهشون گفتم که <applause> شما اگر ککی تو, تو نیست اینکه که راجع به ظهور فاشیزم در آلمانه <applause> حال در همون حیث در حدود سپتامبر هشتاد من ایران رو ترک کردم دوستان اومدن به من گفتن که در یک جایی یک اعلامیه زدن که این کاردان رو باید اعدام کرد چون این مردم رو سرگرم میکرده که به مسجد نرن گرچه شاید یک کمی خنده داره ولی میتونه جرم باشه یعنی در تفکر آخوندیزم یه چیزایی جرمه که در مم. تفکر قانونی جرم نیست مم. خب بر حال من تصمیم گرفتم که خارج بشم و قرار بود به طور موقت بیایم که اینجا دیگه, دیگه مندگار شد. مند در سال 58 و فاصله بعد از انقلاب ما دو نمایشنامه گذاشتیم دایره گچی قفقازی بود که در بهارش اجرا شد و مرگ یزدگرد بود که در پاییز اجرا شد و مرگ یزدگرد آخرین کاری بود آخرین تئاتری بود که من در ایران بازی کردم باقی که در... بله آقای بیزای در چهار سو هم اجرا شد بعد از اون تاعت دو چهار دیگرگونی های عظیم شد یعنی تا اون موقع یک رئیسی بود در داد شکا میکرد که خوب بود به فرهنگ و تئاتر اهمیت میداد البته چارچوبای وجود داشت و اوایل انقلابم به هر حال یک کمی آزادی خیلی بیشتر بود هنوز خیلی چیزا جا افتاده بود و میشد کار کرد به هر حال بعد از اون تا دو چهار دگرگونی زیادی شده هر لحظه ما یک گروه یعنی در واقع میگم میتونم بگم هر هفته یک گروهی می اومدن تو تئاتر با تفنگ و تپانچه و به این شکل مثلا پنج شش نفر می اومدن رو می گرفتن اگر رئیس اونجا بود وجود داشت بیرون مینداختنش میشست مثلا با تفنگ و تپانچه مثلا تو اتاق رئیس رئیسایی که ما داشتیم نشسته بودن اینجا در واقع اصلا دادم حیرت میکسن اینا میفهمید رفتی به تئاتر یا فرهنگ اصولا ندارن برای همه خیلی مشکل بود برای ما که باشون ارتباط برقرار کنیم مثلا یک زبان مشترکی داشته باشیم که بخوایم راجع به برنامه‌های تئاتری اصلا سیاست فرنگین رو حرف بزنیم بعد یه مادگی یکی دیگه میواد اینا رو مینداخت بیرون خودش یعنی تهات معمولا اشغال میشد دیگه بعد از انقلاب در واقع کلاس های آواز خودمون تشکیل دادم توی خونه همه در واقع محدود و در کادر خونه خودمون بود ولی خیلی با اشغال می میشد یعنی یک طوری کلاس هم کلاس موسیقی بود هم کلاس یک جور... <متصفح> یک زندگی و گریز از مشکلات اینم بود و خیلی بچه ها خانوما همه علاقه مند بودن حتی من گفتم که شما خیلی چطور اینقدر با اشتیاق و با اصرار میخواین بیاین که آواز زیاد بگیریم ما که سی سال خوندیم الان دیگه نمیتونیم کار <متصفح> آواز رو ارائه بدیم حالا شما چی اینا؟ بعد میگن نه دوست داریم یاد بگیریم ردیف رو یاد بگیریم آواز رو یاد بگیریم به علت زیبایی شما به خصوص زیبایی چهرهتون به اصطلاح بسیار نمیخواستن که چهره شما رو برای سینما باشه این بقیه. تا چند از درسته این درسته آقای ژکان هم در همون کتاب اشاره کردن خوبه که اشاره کردن چون چیزایی بود که ما خودمون گفتیم حالا تو کتاب در اومده عمومی یعنی میگفتن ببین الان شما الان دارین من زیبایی چهره استانداردی به اون صورت که بخواد بگی ندارم من وقتی نقش رو بازی میکنم به هر حال نقش سعی میکنم یک زندگی بهش بدم شاید نقشی که حضور پیدا میکنه یعنی زیبایی در واقع اون حضوره میگفتن که حضور داره و زیبایی چهره است که آقای ژکان خودشون <متحد> گفتن من حجاب <متحد> حالا اون موقع <متحد> میگفتن که مثلا یه ذره مو هم دارم گفتن باشه ما موها رو قایم کنیم ولی دیگه اون زیبایی خدا دادمون نمیتونیم زیبایی باشه اینجا بودم رفتم ایران بعد ایران اعدام باید گردد می شدم و بعد خوشم نمی ایمد سی دو سالم بود آمادگی اعدام شدن نداشتم برگشتم لندن اونجا برهوتی بود هیچ نشیه ای در خارج در نمی آمد. و یک نشیه ایران شهر بود که آقای شاملو و باغرزادی نادر بله بعد که شامرو رفت آقای مدت خودشون در می آوردن او هم در شروع تعطیل بود که من تاقوت رو راه انداختم تاقوت و مقایسی بود که آقای خمینی باب کرده بودم سر ام ام و نوشتم سردبیرم مفسد فلعرز بعد ارگان ضد انقلاب همه اون که باید بهش بگن گفتم تا بعد این اسم رو عوض کردم به اسقر آقا سال 1982 حش... میلادی من از ایران خارج شدم بعد از انقلاب فرهنگی دیگه امکانش نبود طبیعتا دانشجو بودم خانمم دانشجو بود نه ثروتی بود نه سرمایه ای بود نه هیچی و هم که بود در این مرحله عبور و مرور و خارج شدن از ایران بالاخره از دست رفت طبیعتا وقتی که ما اینجا رسیدیم واقعیت بود یعنی چیزی باقی نمونده بود مهم. و ما بس از صفر شروع می کردیم و زندگی نوعی رو آغاز می کردیم در حقیق و می دونستم که این به سادگی نخواهد بود در نتیجه کار بود و کار و تلاش مهم. می توانم بگم روزی شاید 16 تا بعض و 18 ساعت من کار می و درس من کاری خیلی مهم و طبیعی برای برای مهاجران من از اول اومدم پیتزا دلیوری میکردم من تو رستوران کار میکردم ظرف میشستم و همیشه همین با افتخار میگم یک جا مطرح شد یه نفر به من گفت دوست ایرانی بود گفت آقا اینا نکو بدی برای شما گفتم نه اتفاقا افتخارات منه من همیشه فکر کردم کار سیاسی نکردم حتی یک اعلامیه هم تو عمرم پخش نکردم یعنی همیشه فکر کردم معلمی کردم و نوشتم ولی یک زمانی بوی برادرکشی رو به مشام کشیدم برای اینکه این یک روزی روشن بشه شاید سی سال باید میگذشت یک زمانی که من به دوستان میگفتم بابا من اصلا کار سیاسی نکردم و اینا منو دارن میزنن اینا و خب خیلی تنها بودن و خب قیمت گرونی پرداخت شد و این امید و این شور که من تو کشور خودم متولد شدم تو کشور خودم بالیدم کار ادبی کردم سالها دبیر دبیرستان بودم ادبیات درس دادم خب بعد یک باره در سن 38 سالگی من احساس کردم پرونده زندگیم تو ایران بسته شد من پرتاب شدم به یک جایی که تا مدتی نمیدونستم چرا افتادم اینجا اونا میگفتند که ما تجربه فروپاشی های اروپای شرقی رو مطالعه کردیم حکومت های مثل ما میتونند احزاب و سازمان های سیاسی رو سرکوب بکنند، خونسا بکنند میمونه روشن فکران و کسانی که در لایه های کوچک جامعه نفوذ دارن استادان دانشگاه پزشکان نمیدونم این افراد معتبر محلات غیره و غیره ما میخوایم فضا رو باز کنیم ناچار این فضا رو بازتر کنیم اما وقتی فضا بازتر میشه کسانی که بین مردم نفوذ دارند میتونند به اصطلاح خط قرمزهای ما رو بشکنند و ما نمیخوایم همه اینا رو بکشیم یا همه اینا رو زندانی کنیم چون که هزینه تبلیغاتی خیلی بالایی برای ما داره هزینه منفی بنابراین بهترین راه این که هر چند گاهی یکیشون رو بیاریم بکشیم و یا شکنجه بدیم به تلویزیون بیاریم که در واقع کشتن فرهنگی یا معنوی است و بعد این یک پیامی است برای بقیه و بقیه مدتی آرام و ساکت میشن و اون چارچوبی که ما میخواهیم حفظ میکنن هنر من بعد از قتل پدر و مادرم سیاسی تر شد حساسیت های دیگری پیدا کرد مسئله شکنجه، مسئله بافت قدرت و چگونگی حضور مچاله شده انسان درون این بافت قدرت مثلا فرض کنید کار در مورد تم شکنجه شرایطی که دو جسم انسانی یکی به صورت قربانی و یکی به صورت عامل خشونت در میاد چگونگی وجود چنین لحظه تلخی و چگونگی در واقع نشون دادن اون به بیننده من گاهن با بعضی از دوستان سیاسی که صحبت میکردم اینا میگفتن ما زوممون باید روی اتفاقات سیاسی باشه الان فلان فعال سیاسی زندان فلان دانشجویه مثلا فعال در زندانه میگفتم اوکی اصلا هیچ بحثی نیست بسیار خب ما روی این مسئله زوم کردیم اما ما 33 ساله داریم روی این مسئله زوم میکنیم ما چرا باید از اتفاقات و محدودیت های مدنی که در داخل ایران هست چشم بپوشیم یعنی همون اوایل انقلاب اگه سیاسیون ما زوم کرده بودن روی مسئله مثل مسئله حجاب الان اتفاق نمیافتاد و تاکید من اما روی در حال حاضر روی مسائل مدنی و اجتماعی سیاست برخورد با موسیقی هیچ گونه تغییری نکرده به نظر من وضعیت مجوزها سختتر شده و نوازندگانی که خانم هستن وضعیتشون سختتر شده و ولی که این سیستمی بود که از قبل حاکم بود همچنان حاکمه این سیستمی برخورد به موسیقی که اصلا موسیقی رو هنوز به عنوان یک هنر به رسمیت نشناختن موسیقی در ایران بسیار گسترده داره فعالیت داره ولی بعضی موقع خب زیر سانسور زیر بین هستن همه کس نمیتونن اونجا کار کنن نتیجتا موسیقی داره کار خودش انجام میده شعرهای زیادی داریم تران زیادی داریم حتی با اسمای مستعار ما بعضی اشعارشون رو میخونیم امروزه تو ایران آدم میبینه که هر سر هر برزنی، سر هر کوچه ای آدم دخترها و پسرهای جوان ساز به دست دارن، به کلاس موسیقی میرن و مردم اصلا دیدشون نسبت به موسیقی و موسیقیدان به طور کل تغییر کرده و این در واقع رشد عمومی فرهنگی مردم ایران رو میرسونه اصلا فرهنگ آفرینشگری که در جامعه سرکوب زندگی میکنه فرهنگ سریح و اریانگویی نیست این روزنامه در ایران از اول قربانی داده حالا این قربانی ها گاهی اوقات قربانی ایدئولوژیکی بودن قربانی اوقات پر توقع آدم پر توقعی بودن که می‌کشتنشون ولی نگاه کنیم بیشتر هیچ حرفه‌ای به اندازه روزنامه روزنامه‌نگاری چون کشته از میز جهانگیر خان سور اسرافیل میاد تا جلو <تصفح> الان مثلا ما مواجه هستیم با زندانی های طویل المدت بره. ده پونزه سال برای روزانه سابقه نداشته بله. شما بدتر از هر موقع دیگه سلام؟ تقریبا بله برای اینکه ببینید صدهایی که قرار دادن صدهایی سختی برای عبور در اون موقع ما میتونیم با اون حقوقی بازی که گفتم الان در بره. 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 الان نمیشه ما تجربه کاری رو کردیم که اهل قلم به هیچ وجه پیشبینی بینی رو نکرده بود یعنی اهل قلم نمیخواست انقلاب بکنه در ایران همطور که شما توی توضیحی که دادید <متحد> نمیخواست انقلاب بکنه در انقلاب اهل قلم فقط میخواست با سانسور مبارزه کنه آزاد باشه, باشه. <متحد> کار خلاقه انجام بده و کسی مانعش نشه <متحد> و این مشکل این مسئله بود که تو بعضی ها تند روی میکردن بعضی کمی یا اون چه <متحد> که بر, بر من گذشت و برای که عمومیش نکنم و فکر میکردم که و چنین بود که به آزادی من تجاوز میشد من مورد توقیف قرار میگرفتم یا سانسور قرار میگرفتم یا هر چیزی اما تران سرای امروز ایرانی در ایران وقتی که کار میکنه ببینید با چه خطرهایی مواجهه این یه چیز حالا که شما یا در داخل ایران باشی یا خارج از ایران باشی از نظر روانی ذهنی این اجازه رو نمیتونی به خودت بدی که فقط بری راجع به زیبایی و میدونی مسائلی که آرتستای دیگه در کشورهای دیگه میتونن نزدیک بشن ما واقعا فکر میکنم ما به عنوان آدم های هنرمند ایرانی این روزها نمیتونیم اونطوری کار بکنیم هر کسی کو دور ماند از اصل خیش روزگاری باز واقعا این اتفاق برای من افتاد یعنی تپش زبان فارسی شکر است که مال جما این اصلا واقعا بعد از مدتی به جان من افتاد و دو مرتبه هر چقدر کم من خودم میدونم که تئاتر زبان فارسی در خارج از کشور خیلی خیلی مشکل کار کردنش جمعیت ما پراکنده است اصلا جمعیت فارسی زبان بیچهر است به هر حال اگر که بگیم ایران رو ترک کردیم کمی کلمه سختیه برای اینکه تو نمیتونی گذشته رو ترک کنی اونچه که تو اندیشه و اون پندارها و تفکراتی که در اون سرزمین شکل گرفته اون که تو کودکیش کسب کردی و رشد کردی و با تو همراه تو حملش میکنی بی تو بی تو نه امور این جهان لند شده نه بین زمین و آسمان جنگ شده نه کوه شده آب و نه دریا شده خشک اما دل من برای تو تنگ شده مثلا اینو هر وقت بخوام بخونم, بخونم؟ نمیتونم من هیچ